ایجاد شبکه مال فعالان جامعه، همینه ای که با هم در تماس هستیم تو شبکه‌های مجازی، بتونه یه جایی وجود داشته باشه به عنوان ها بتونیم با هم در ارتباط باشیم، اطلاعاتمون رو بپرسیم و به تبادل دانش و اطلاعاتمون کمک بکنه. ایجاد همکاری و مشارکت‌های تخصصی و حالا من خیلی سریع از روش رد میشم، مثلا حمایت از حالا پروژه‌های مختلف بر اساس حالا سرمایه‌گذاری اجتماعی، مثل همون کراودفاندینگ‌هایی که اتفاق افتاد برای فونت آزاد. بهداد عابدی واقعا زحمت کشید اون کراودفاندینگ رو انجام داد، برای مثلا سلام دنیا اومدن یه بودجه جمع‌آوری شد، یا افراد مختلفی که کتاب‌های تخصصی رو دارن بر اساس علاقه‌شون بدون هیچ منتی دارن ترجمه میکنن و در اختیار دیگران قرار میدن. خب چه بهتر که اینا یه حمایتی بشه. کتاب خود داستان لینوکس رو داشتیم که جادی زحمتش رو کشیده بود، کتاب برای پی اچ پی از راه درستش هست، کتابای پریوتایپینگ هست که دوستان همه زحمت کشیدن، رایگان اینا رو در اختیارتون هست. اما خب چه بهتر که بشه ازش حمایت کرد. اینا تو دستور کار بنیاد هست و مهمترینش اینی که بتونیم حمایت‌های مالی را برای این پروژه‌ها داشته باشیم و از پدیدآورندگان حقوق پدیدآورندگان این نرم‌افزارها حمایت بکنیم. ابراهیم بیگویی یه دونه نرم‌افزار آزاد نوشته برای اندروید به تقویم شمسیه، واقعا خوب داره کار میکنه. متأسفانه یه سری دوستان اومدن همین رو چون اوپن سورس آزاده میتونن استفاده کنن، تغییر دادن به صورت پولی، دارن توی این مارکت های ایرانی برای اندروید دارن میفروشن و قطعا تعداد بالای فروش داشته. خب اون بنده خدا هیچ انتظاری نداره، اما خب حقش اینجا داره ضایع میشه، زحمت اصلی رو ایشون کشیده. اگه بشه با ایشون هم هماهنگ کرد، مشارکت کرد، قطعا انگیزه بیشتری پیدا میکنه برای کار و فعالیت. گامای بعدی پروژه هم که حالا بعد از تدوین همون شرح خدمات اولیه‌اش، یه فراخوانی به زودی از سمت سازمان برای جامعه به صورت رسمی ابلاغ میشه و انتظار میره که همه مشارکت کنن، هر کس علاقه داره تو این تأسیس این بنیاد حضور داشته باشه اطلاعاتش رو بفرسته و قراره به صورت حالا کاملا شفاف، دموکراتیک و آزاد هیئت مؤسسی انتخاب بشه، اساسنامه‌اش تدوین بشه و کارهای حقوقی بعدیش تو گام‌های بعدی پروژه پیگیری بشه. این کلیاتی بود در مورد این پروژه تأسیس بنیاد نرم‌افزارهای آزاد که امیدوارم به نتیجه اصلی که میخواد برسه و بتونه یک گام خیلی بزرگی برای جذب حمایت‌های دولتی، حمایت‌های جامعه، آشنایی جامعه با نرم‌افزارهای آزاد رو ما داشته باشیم. حالا اگه سوالی باشه من در خدمتتونم که نه تمومش بکنم. مرسی.